اینجا چهارمین نشست ملی مشورتی صلح با بزرگان قومی، فرماندهان پیشین جهادی و نمایندگان شوراهای ولایتی شماری از ولایت‌های کشور برگزار شده است. رئیس شورای عالی صلح میگوید که درباره چگونگی گفتگوهای صلح در کشور تفاوت دیدگاه وجود دارد، اما شماری از افراد هم در صدد تخریب روند گفتگوهای صلح هستند. هرچه انفجارهای خطرناک را اینا به خاطر ویران کردن امید مردم افغانستان در صلح و به صلح انجام بده، مردم افغانستان باید راسختر صلح را تعقیب کنند، چون که دیگر راه نیست. آقای خلیلی میگوید که طالبان با ادامه دادن به جنگ به پیروزی دست نخواهند یافت. در همین حال رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح میگوید که گروه طالبان در رابطه به آمدن صلح در کشور صادق نیستند. آیا 90% در افغانستان لولسوالو و ولایتو سخه خارجی قوا و وطلی که و نوطلی؟ آیا برت جنگ تشدید پیدا که پیدا نک؟ که دی پی خپل خبره که صادق وی، نو ولی پر آکی جنگ شروع سه؟ ولی پر روزگان کی جنگ شروع سه؟ کسی که با صلح می آید، دولت افغانستان آماده است با اونا صلح کنه، و کسی که با صلح نمی آید و جنگ دوام می تن، اونا دشمنای مردم افغانستان است و قوی مسئله کشوری ما و شما مجبور و مکلف است اونا را جواب می تن، اونا را محوت نابودم کنن. از سوی دیگر در رابطه با چگونگی وضعیت امنیتی به ویژه آمدن صلح در کشور نشستی در مسکو برگزار شده است. خواجه محمد آصف وزیر خارجه پاکستان نیز در این نشست اشتراک کرده است، اما به نمایندگی از افغانستان در این نشست کسی حضور ندارد. نقشش بدون شک به مسابقه یک کشور همکار دولت افغانستان و پروسه صلح افغانستان برجسته است، به شرط ای که همکاری های تخنیکی هر کشور به رهبری افغان ها حمایت پروسه صلح بکنند. کشورهای دور یا نزدیکی در غیاب مردم افغانستان تصمیم بگیرن، ما این تصمیم محکوم میکنیم و رد میکنیم و او به جایی نمیرسه. این سخنان در حالی مطرح میشود که قرار است نشست دوم کابل تا یک هفته دیگر با اشتراک نمایندگان بیش از 20 کشور در کابل برگزار شود. رئیس جمهور غنی گفته است که طرح چگونگی گفتگوهای صلح با گروه طالبان را در این نشست ارائه می کند.